دوستان و شنوندگان عزیز، اینک ارتباطمون با آقای گلزار برقرار شده و از این لحظه و تلفن ما 2036-31-43-48-38 خواهد بود. یادآوری کنم که این گفتگو از اینستاگرام و همچنین از فیسبوک به صورت زنده پخش می شود. آقای گلزار با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید. سلام دارم خدمت شما آقای جوادزاده گرامی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو عصر جدید. آقای گلزار، عنوان کردیم یا چیز زدیم که گفتگوی ما حول خوشه چرا انتخابات 1400 نظام ولایت مطلقه فقیه را تحریم باید کرد؟ البته چند جور میتوان به این تحریم نگاه کرد. بخشی از اونها اصلا که وابسته هستند و اونها هم تحریم میکنند و بخش دیگر مستقل هستند و وابسته به جایی نیستند و اونها نیز با تحریم فعال موافق هستند. این تحریم فعال به نظر شما باید چگونه باشد و چه راهکارهایی را شما برای این تحریم پیشنهاد میکنید؟ در صورتی که میبینیم بخشی از اصلاح طلبان نیز رفتن ثبت نام کردن برای مثل آقای تاج‌زاده برای شرکت در این انتخابات ولایت مطلقه فقیه، فراموش کردن که رهبر اصلاح طلبان بعد از 8 سال گفت من تدارکاتچی این نظام بودم. زمانی که کسی که تدارکاتچی باشد، آیا رأی دادن اصلا محلی از اعراب دارد یا نه؟ من گوشی میکروفون رو داخل شما میذارم، بفرمایید. خیلی تشکر میکنم. بله، به این موضوع هم حتما میپردازیم و نظر خودم خدمت شما و شنوندگان محترم خواهم داد، ولی الان جا داره که یک به اصطلاح توجهی هم بکنیم از لحاظ تاریخی. انتخابات این دوره 1400 در حقیقت سال 1400 مصادف است با کودتا علیه اولین رئیس جمهوری ایران. اگر مقایسه کنیم اولین دوره ریاست جمهوری در ایران بعد از انقلاب، که توجه بکنید در اون دوره قانون اساسی نظارت فقیه درش بود، با اینکه در پیشنویس قانون اساسی اساس بر این بود که اصلا ولایت فقیه ما نداشتیم، که اون قانون اساسی که پیشنویس بود و بنا بود در ایران مردم به اصطلاح به اون هم رأی داده بودن و موافق بودن که اون اجرا بشود، میشد با اون یه دموکراسی رو به وجود آورد. اومدن ولایت فقیه رو با 3 شرط به قانون اساسی اضافه کردن و در حقیقت آقای خمینی برخلاف وعده هایی که به مردم داد، و وعده که میگیم در مقام یک ولی که به صراحت در مقام یک کسی که مردم مرجع بوده، ایشون او رو میگفتن حرفش دوتا نمیشه، ایشون دروغ نمیگه، ریا نمی کند، امروز یه حرفی نمیزنه فردا بزنه زیرش، مرجع بوده، مردم مرجع رو این شکلی میشناختن، جور دیگه ای نمیشناختن مرجع رو، اون کسانی که اعتقاد داشتن در حقیقت به این نوع از فقاهت. و آقای خمینی اومده زیر همش. آقای بنی صدر در اون زمان اولین رئیس جمهوری انتخاب شد با قانون اساسی که تغییر داده شده بود، فقط نظارت فقیه او بود. اگر آقای خمینی به نظارت فقیه بسنده می کرد و در کشور دخالت نمی کرد و دستور نمی داد، حکم صادر نمی کرد، به نظر من بازم می شد یه دموکراسی رو به وجود آورد. حداقلش این که یه جامعه می تونست آزاد و مستقل عمل بکنه. ایشون هم طبق اون قانون اساسی اختیاراتش در این حدی بود که مردم وقتی ریاست جمهوری رو انتخاب میکنن، ایشون حکم ریاست جمهوری رو به او میده، رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنن، حکمش رو بهش میده، رئیس قوه به اصطلاح رئیس مجلس انتخاب میکنن، حکمش رو در اختیارش میده، کار دیگری نباید میکرد. اما تا زمانی که آقای بنی صدر ریاست جمهوری داشته،
تا خرداد شب 74 مورد اعلام کردن که آقای خمینی نقض کرد قانون اساسی رو. حالا چقدر بیشتر نقض کرده رو تا اون حدش رو عنوان میکنن. پس بنابراین یک انقلابی که استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و جمهوری اسلامی، مردم اسلام رو به مثابه این میزدن که عدالت اجتماعی برقرار میشه، قرار بر کشت و کشتار نبود، قرار بود که اگر شاه میرود روحانی بر جای او نشینه، یک شاهی بره یه ملای جاش بشینه، و اینکه سلسله پهلوی تمام شده سلسله روحانیت شروع شده، قرار بر این نبود. بنابراین بود که جامعه آزاد بشه. خب در اون انتخابات که شرکت کردن آقای بنی سعد بین 9 نفر اول که شورای نگهبانی در اون حاکم نبوده، هر کس میتونسته بیاد شرکت کنه در انتخابات، بین 9 نفر اول که همه ملیون بودن، حتی حسن حبیبی که از حزب جمهوری اسلامی او رو کاندیدا کرده بودن و به اصطلاح حزب توده‌ام اون رو کاندید کرده بود و کسان دیگه اون رو کاندید کرده بودن، این کاندیدای اونها بود، اون هم مردم اون رو به عنوان یه ملی میشناختن، چون خودش رو یک عمر به عنوان انسان ملی معرفی کرده بود. حالا شما نگاه کنید از انتخابات اول ملت ایران، توجه کنید تا انتخابات حالا چه تحولی تو ایران شده. اولین منتخب هر روز گزارش به ملت ایران داده، هر روز هشدار داده که دارن انقلاب رو به ضد انقلاب تبدیل میکنن، بودجه کشور رو خودش تحلیل کرده و گفته چه اشتباهاتی درش داره میشه، این بودجه شما رو چه شکلی فقیرتر میکنه، تمام روابط خارجی که بند و بست کردن رفتن یواشکی اجرا کردن در الجزایر، همه رو برملا کرده برای ملت شما، برای شما ملت، و 10 ماه و 20 روز گزارشات روزانه در اختیار ملت گذاشته. الان نگاه کنید آقای روحانی حاضر به گزارشی نیست. مردم باید خودشون متوجه بشن که بله، گویا یک قراردادی میخواستن با چین بنویسن، رفتن یواشکی بردن پیش آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای این کارو کردن، یا بسیار از موارد دیگه. اصلاح طلبان دستشون با اصولگرایان در یک کاسه قدرته، سهم از قدرت رو بیشتر و کمتر میخوان، کاری به ملت ندارن، ملت هر چقدر زجر بکشه براشون مهم نیست. حالا این آقای خامنه‌ای که امروز به اصطلاح رهبر شده، که 40 ساله در حقیقت در صدر قدرت ایشون، دوره پادشاهی ایشون یا خلافت ایشون بیشتر از دوره پهلوی شده، پهلوی دوم، این که اصلا یه چیز عجیبی است. حالا به آقای بنی سعد که الان سالگرد کودتا علیه او هست چی گفته آقای خامنه‌ای تو مجلس؟ که میگه شما به اصطلاح صلاحیت ندارید. صلاحیت ندارید که یعنی کودتا کردن، تقسیم کاری بود بین آقای خمینی، مجلس و داستان انقلاب، به این ترتیب که گفتن آقای خامنه‌ای گفت که آقای بنی سعد، حالا به جزئیات نمی‌پردازم، رؤوس رو عنوان می‌کنم خدمت شما عزیزان، که آقای بنی سعد مخالف است با حوزه‌های علمیه، با سپاه پاسداران که الان در تمام فسادها نقش داره، حوزه علمیه که دستی در قدرت داره، با بسیج ایشون مخالف است، حکم گرفته، دادگاه‌های انقلاب چی می‌کردن؟ یه دره میگرفتن میبردن اون تو، اصلا کسی نمیفهمید با اینها چه میکنن، اینها رو حکم اعدام بهشون میدادن یا زندانهای طویل المدت، با اینها مخالف بوده. آقای بنی سعد با اعدام مخالف است، با شکنجه مخالف است. خیلی واقعا خوشمزه است که بگن که آقای بنی سعد با حقوق بشر کذایی مخالف است، موافق است. حالا برای اینکه بگن حقوق بشر بده، یه حقوق بشر یه غربی هم چسبوندن پشتش، با حقوق بشر غربی، حقوق بشر که اسلامی و غربی و بودایی و هندو نداره، که حقوق بشر مال بشر است. و اینکه باز هم به او بگویند که این کشور رو میخواد مثل فرانسه آباد کنه، مردم انقلاب نکردن که کشور ما این شکلی بشه. چرا مردم انقلاب نکردن کشورشون آباد بشه؟ چرا باید به کسی که میخواد مملکت رو بسازه میگن که شما میخواد مثل فرانسه آبادش کنه، حکم داشته باشید؟
بر اساس این 11 اصلی کلمه یک جزءش از کوتاه برای شما توضیح دادم در محدوده وقتی که داریم، حاکم وقت، حاکم شرع، آقای بنی صدر رو به 7 بار اعدام محکوم کرده، یکی به دلیل اینکه موافقتش با حقوق بشر، یکی به خاطر اینکه مخالف است با اعدام و شکنجه، مخالف است با دادگاه‌های انقلاب، مخالف است با سپاه و بسیج، مخالف است با شخص خمینی، مخالف است با حوزه علمی قوم و حوزه های دیگه. آیا مشکل امروز ایران همین مشکل نیست که اون روز اون عنوان کرده به خاطر او حکم اعدام گرفته؟ این حکم اعدام رو در حقیقت بر ضد استقلال و آزادی وطن دادن، بر ضد همه مردم ایران، و مردم رو در یک زندان بزرگ که اسمش هم هست وطن زندانه کردن که ما 40 سال متاسفانه شاهد اون هستیم و میکوشیم تا این استبداد رو از خانه وطن بیرون کنیم، استقلال و آزادی رو حاکم کنیم. ولی وضعیت انتخابات 1400 چی میگه؟ انتخابات 1400 یه چیزی که جالبه برای من دنبال میکنم، سعیم میکنم خیلی دقیق دنبال کنم، این کاندیداهای ریاست جمهوری هیچ کدامشان برنامه، طرح، راه حلی رو ارائه نمیدن، هیچ کدام. شما اگر دیدید که یه کسی بیاد بگه من مسئله معیشت شما رو این کار میخوام بکنم، آقای رئیسی مثلا میگه من وضعیت معیشت شما رو میخوام خوب بکنم، با مسائل اداری هم برخورد کنم، یعنی که دزدی ها و فساد هایی که میشه، یه چند مورد هم ایشون این کار انجام داده، یه حساب کشی کردن در سیستم سیاسی با رقبای خودشون، در عقیده من درسته از لحاظ قضایی برخورد کرده، ولی یک در حقیقت تصفیه حسابی هم با هم کردن. در این وسط کسایی که الان اومدن به عنوان وارد قضایا شدن، آقای رئیسی هست، لاریجانی هست، قالیباف هست، احمدی نژاد، تایزاده، جهانگیری، سرتیپ نامی، سرتیپ پایدار، سرتیپ محمد، سرتیپ پاسدار، حسین دهخان، اینا همشون پاسدار هستن. و اگر پسر آقای مطهری رو مثلا ایشون وارد میشد و بهش چیز میکردن، تنها کسی که شاید میشه گفت پاسدار نبوده اینه، بقیهشون همشون هستن و گذشته های بسیار بسیار بعضیشون خطرناکی دارن از وضعیتی که داشتن و اعمالی که انجام دادن. خب اینها چون این بار ملت ایران گفتن و جای به جای میشنویم در شکل‌های مختلف که رأی بی رأی در انتخابات شرکت نمی کنیم، تجربه انتخابات مجلس هم در سال گذشته همین بود که مردم گفتن که در انتخابات شرکت نمی کنیم، در شهرهای بزرگ 13%، در شهرهای بزرگ 17% گفتن مردم در انتخابات شرکت کردن. خب خدایش باید نگاه کنیم مجلس نماینده چند درصد ملت ایران هستن؟ میخواد 13% شرکت بکنن، نماینده ای که میره 7% اون 13% در یه شهر بخواد بیاره، این نماینده کدوم مردمه که رفته تو اونجا؟ اکثریتشون عمال جناح تندوی راست هستن. چه میکنن؟ جز برخورد با این که در این کشور تحولی نشود. خب اینها این وحشت رو دادن که مردم شرکت نکنن، به شکل‌های مختلف سعی میکنن زمینه تبلیغاتی به وجود بیارن که در این تبلیغات فضا به وجود بیارن که بشود مردم شرکت کنن. برای من چیزی که جالبه، اصلاح طلبان مواضع اپوزیسیون رو گرفتن، خود در قدرت بودن تا امروزا، مواضع اپوزیسیون میگیرن، هر چه انگ هست که امکان داره در کشور مانع رشد شده رو خودشون میگن، میگن دزدی که فرار به جلو میکنه و داد میزنه آی دزد، عین این کار رو الان اصلاح طلبان میکنه. اون جناح مقابلش هم تمام مدت هرچه بد و بیراهه میگه به اونها که شما باعث شدی. آقا جان من، چه شکلی میشه در یک کشوری که رهبرش سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست جنگ، سیاست قراردادهای اصلی، سیاست اتم، همه اینها در قدرت اوه، به اضافه
چندین اختیارات مطلقه دیگه که ایشون داره. هفت چی که شما میگید که نه مقصر کیست که رفتن قرارداد با چین بستن، مقصر کیست که سر مسئله اتم اینقدر کشش دادی، مقصر کیست که چون 16 سال گذشته به خاطر حل نشدن مسئله اتم که شما سر این نمیخواهید حل بشه 450 میلیارد دلار برای خرید اموال عمومی برای مردم باید قاچاق میکردن دور میزدن. اینو دیگه نماینده مجلس میگوید که چنین اتفاقی افتاده در این وطن. چرا باید این اتفاقات بیفته؟ به چه دلیل؟ کی گفته که باید اینطور بشه؟ حالا جالبه آقای تاج‌زاده در کلاب هاوس اومده صحبت کرده، سعیم کردم محفلش داغ کنم، 8000 نفر توی اتاق اومدن، از ایشون سوال میکنم، میگن آقای تاج‌زاده شما میگی خط قرمز من خشونت طلبی است، چرا خط قرمز شما حقوق انسان نیست؟ میگه بله من اعتقاد دارم به حقوق آزادی باید باشه، آزادی نوشتن، آزادی گفتار، فلان فلان، ولی اگر کارگرای کارخونه خواستن اعتراض کنن اشکال نداره که اعتراض میکنن، اجازه ندارن که اینها همبستگی کنن همه با هم دیگه اعتراض کنن، بعد شاید اینها یهو خشونت به خرج بدن. ایداد بر من، تا امروز که هر جا که خشونت میشه خشونتی است که نیروهای سرکوب علیه کارگران انجام میدن، علیه دانشجوان، علیه کسانی که اموالشون در بانکهای کشور به هیچ شده، اگر اعتراض کنن بر سر صورت اونها میزنن. چیز عجیبی است. به جایی که دفاع بکنی از حق کارگر میگی تو خشونت نه به خرج نده. چه شکلی باید بگی آقا من نمیتونم زندگی کنم؟ خب این از این به اصطلاح افراد درجه یک اصلاح طلبی که اینجور حرف میزنن. آقای رئیسی توجه بکنید عزیزان من، توجه بکنید هموطنان خوب من، آقای رئیسی در دور قبل بین بد و بدتر نظام بد نظام بود، عذر میخوام بدتر نظام بود، مردم گفتن به روحانی رأی میدیم که این بدتر نشه به جایی نرسه، چی شد رئیس قوه قضاییه. ما 3 قوه داریم که در رئیس قوه قضاییه، به تایید کی؟ به تایید رهبری رفته رئیس قوه قضاییش. خب حالا میگه که من قصد دارم بیام بشم رئیس جمهور، رئیس جمهوری، چون آقای خامنه‌ای از من پشتیبانی میکنه، چون اصلاح طلبان نتوانستن کاری بکنن. و این آقای روحانی، همون آقای روحانی که رئیس امنیت نظام بوده ها، یک اون در خدمت این نظام انواع و اقسام پست های درجه یک داشته، یک دفعه عنوان میکنن که نه ایشون اشتباه کرده بد کرده. چرا آقای احمدی نژاد پس نتوانست اقتصاد رو کاری بکنه، امنیت رو تغییر بده؟ مگه آقای احمدی نژاد که دیگه نور چشم آقای خامنه‌ای بوده، تمام شهردارها و استاندار، اکثریت شهردارها و استاندارها رو تغییر نداد، از پاسداران بازنشسته و غیر بازنشسته قرار داد؟ مگر رؤسای زندانها رو تغییر نداد، همه را خودی کرد از خودشون و فشارها رو بیش از حد بالا برد؟ او چرا با اینکه بیشترین درآمد اقتصادی رو داد، ایران رو در یک فقر اقتصادی تحمیل آقای روحانی داد؟ از این بابتی گفتن 475 هزار میلیارد تومان پول در گردش این در اختیار دوره قبل بعد گذاشته و این فاجعه اقتصادی است. بله فاجعه را آقای روحانی کرده 6 برابر. از 475 اگه بگیم 500 تا شده چقدر؟ شده 3000 میلیارد تومان پول در گردش. کاغذ چاپ کردن در اختیار مردم قرار دادن. خب این جنایتی است که انجام شده. آقای رئیسی یه گذشته بسیار بدی داره. ایشون خودش هم میگه نه در اون گروه مرگ نبودم. ولی آدم نمیدونه واقعا اون نوار آقای منتظری رو قبول کنه و شخص ایشون که در اون نوار هست و اون لیستی که دادن بیرون و کارهای گذشته ایشون رو ببینیم، یا اینکه خودش میگه نه من در اون گروه مرگ در سال 67 نبودم. ولی هست بوده ایشون. این که اصلاح طلب
انتخاب بشه، اصولگرا انتخاب بشه، فرق نمیکنه. ماندگاری نظام مهمه. کسی باید باشد که خشونت ها رو در حدی نگه داره، که سپاه در قدرتش و در روابط خارجیش بماند، آقای خامنه‌ای و گارد ویژه‌ش و تمام حراست ها بمانند، آنها که میچاپن میدوزن میبرن خارج، اونها که از خارج جنس وارد میکنن میدوزن به مردم میدن، اونها بمانند. مسئله توافق اتمی و آشتی و هر چی میخوان توافق نامه، هر چی میخوان اسمشو بذارن، او هم آنچنان امضا بشه که اینها منافعشون رو به دست بیارن. پس بنابراین دعوا سر این نیست کی میاد مشکل حل میکنه، دعوا سر اینه که چه کسی میآید که بتواند نظام رو به نحو احسن نگه داره. یه کار دیگه هم اگه آقای رئیسی قبول بشه خیلی خوبه، یا آقای لاریجانی بشه یا هر کی، یه تصفیه حسابی هم با اصلاح طلبها بکنه. چون که ما همیشه گفتیم و این یک امر واقعی که در تمام جهان در کشورهای استبدادی انجام میگیره، تقسیم به دو هست و یکی از خودی ها، الان نوبت اینه که فعلا یه تصفیه حساب بشه با از درون خودشون با بخش از اصلاح طلبها. خب حالا هر کی تندروتر باشه، هر کی که تأمین کنه این رو، براشون خوبه. آقای رئیسی تو این مدتی که رئیس قوه قضاییه شده اومده یک چند تا پرونده خیلی پرسر و صدای رو رو کرده، مثلا پرونده اکبر طبعی رو رو کرده و این رو خیلی سر و صدا کرده. خودشون از افراد نزدیک صادق آملی لاریجانی بوده، رئیس پیشین قوه قضایی، اینو رو کرده. خب این فعلا یه چیز از اون دارم. اومده گفته یه طرحی رو عنوان کرده با مبارزه با فساد در مجمع تشخیص، یه مجمعی درست کرده، مجمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی. پرونده مثلا عیسی شریفی که قائم مقام قالیباف بود و اینجا رو کرد، میگن یکی از دلایلی که قالیباف میگه من نمیام یا نیامده یا هرچی دیگه اینه که میگه خب اینا یه سری پرونده رو کردن جلو جلو، اگه من بیاد اینا افشا بشه پدر جدش در اومده، حالا یه رئیس مجلس شده، شاید همونم ازش این پاشنه آشیر آقای قالیباف بوده. دست کیه؟ دست آقای رئیسی در حال حاضر. بقیه هم از این پاشنه آشیل هایی که به وجود اومده برای افراد مختلف میتوانم استفاده کنم، ولی به بهتری نفت کی میتونه استفاده کنه؟ رئیسی میتونه استفاده کنه. خب اومده 200 نفر از پرسنل این قوه رو برده زیر سوال تو قوه قضاییه آقای رئیسی، و در شهرها و روستاها اومده رفته اونجا که تخلفات بزرگ بوده، میگن ایشون رفته خیلی جدی برخورد کرده. حالا تا چقدر این جدی برخورد کرده، من رو یاد رئیس سازمان اداری یا یک سازمان داشت که دوره شاه من یک مسئولی گذاشته بود که اینها رسیدی کنن به تخلفات بزرگ در سطح کشور، چون اواخر دوره شاه این وضعیتی است که الان ما ایران داره، یک هرج و مرجی از دزدی و فساد همه جا رو گرفته بود. یه مصاحبه بعد از انقلاب با اون شخص کردن، اون میگه که ما 3000 تا پرونده داشتیم که یه حد اقلی گذاشته بودیم که چند میلیون اگر اینا به اصطلاح فساد کردن به این پرونده ها رسیدگی کنیم، به هیچ کدومشون نمیتونستیم رسیدگی کنیم، چون هر کدومشون دومش به یه جایی وصل بود. حالا اینا تو تصفیه حساب ها یه کسایی رو به اصطلاح تصفیه حساب کردن، مثلا یه کسایی که در رابطه با جهانگیری بوده تصفیه حساب کردن، در رابطه با لاریجانی بوده، اینها رو گرفتن و اینها شده پاشنه های آشیلی که در دست آقای رئیسی است. پس آقای رئیسی میتواند هم در خدمت آقای خامنه‌ای خوب عمل کنه، هم یه آدمی است با سابقه آدمکشی خشونت رو به نحو احسن پیش ببره، یه دوره‌ای در حقیقت پوز آدم‌هایی که می‌توانند در چارچوب نظام مشکل ایجاد کنن به خاک بماله. این کاری که میگم. آقای جهانگیری می‌خواد چیکار کنه؟ آقای جهانگیری در دوره آقای روحانی نشون داده و موقعی که استاندار بوده اینا که اگر بخواد کاری هم بکنه اینها نمیذارنش. چرا؟
برای که الان مسئله مثلا اتم رو میخواستن ببرن به یه مرحله برسونن و انواع اقسام مبارزات با اینا میکنن که نشه. چرا؟ چون احتمال میدن که اگر که این از دست اینها به پیروزی نرسن، در حقیقت به توافق نرسن که این صد برداشته بشه برای خرید فروش و یک سری یک تکونی بخوره، شاید اقتصاد من به اون باور ندارم ولی شاید یک تکونی بخوره، میگن نه هر چقدر عقب بیفته بهترش. و اگر به اسم ما باشه، یادتون نره ایران میتوانست در خرداد 60 جنگ تمام بشه، آقای بنی سعد با سران کشورهای غیر متعهد گفتگو کرده بود، تمام گفتگوها چاپ شده بود، در اختیار مردم هر روز در روزنامه قرار میگرفت، پیشنهادات ریاست جمهوری که بنی سعد باشه اون موقع در اختیار همه قرار گرفت که به هیئت غیر مثلا به اون هیئت گفت که نه ما این شکلی میپذیریم، این شکلی میپذیریم، این شکلی باید قناعیم بدن، عراق باید این شکلی از مردها دور بشه. اون هیئت اومد پذیرفت، با صدام گفتن پذیرفت، عربستان و سعودی گفت من 120 میلیارد خسارت میدم که این جنگ تمام بشه که در منطقه انقلاب رشد نکنه. اینها به خاطر اینکه خودشو درشون نقش نداشتن و اگر جنگ تمام میشد اینها هم باید کنار میرفتن تا ایران فضای رشد پیدا بکنه، کودتا کردن. حالا هم موافق تحول به عقیده من نیستن. بحثشون اینه که زن میتواند، خب حالا در کشور ما مثلا با حجاب مانتو روسری بیاد بیرون ایرادش چیست؟ تمام بحثشون راجع به زن فقط به همین ختم میشه، مثل که زن دیگه نقشی نداره. اقتصاد چیست؟ اقتصاد رو سعی میکنیم پویا کنیم. چه شکلی پویا کنیم؟ هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. چه شکلی میخواد با واردات قاچاق برخورد کنید؟ این 450 میلیارد رو کی پرداخته؟ 16 سال ملت ایران پرداختن و هنوز دارن میپردازن. اگر ملت برن یه جنس یک میلیونی بخوان بخرن، اون رو میخرن 1,250,000 تا 1,300,000 تومان. این رو میپردازن برای اینکه باید دور زده بشه. چرا؟ خب این آقایون که میان هیچ کدوم در رابطه با راه حل موزل اجتماعی ایران حرف نمیزنن. یک. دوم این که آینده چه خواهد شد صحبتی نمیشه، دعوا اینه که تو بدی، اونم میگه تو بدی، هیچ کس راجع به راه حل حرف نمیزنه. راه حل چیست؟ راه حل اینه که این وطن و این مدیریت و این قانون اساسی مال ملته، نه مال کسانی که بر ما حاکم بخوان بشن و برای ما حد حدود قائل بشن. حد حدود رو ملت باید قائل برای خودش مشخص کنه، آزاد و مستقل زندگی کنه. پس بنابراین هر ملتی یه سری امکانات داره که اعتراض کنه، اعتراضات میکنه، میاد تو خیابون تحصن میکنه، اعتصاب میکنه، میتونه در انتخابات شرکت نکنه، بگه من در انتخابات شرکت نمیکنم چون رأی من رأی مخالفت است با این همه استبداد، با این همه خشونت، با این همه فقر، با این نبود آینده روشن برای من و نسل من. من معترضم و چون معترضم این در انتخابات شرکت نمی کنم. تا یک وجدان جهانی بیاد بپرسه این ملت ایران چرا در انتخابات شرکت نکردن، بگه آقا اینا انتخابات شرکت نمی کنن چون این افرادی که در کشور هستن از آقای خامنه‌ای و بقیه را نامشروع میدونن، ضد حقوق خود میدونن. وجدان جهانی به پشتیبانی ملت ایران بلند بشه، این چیز کمی نیست، بسیار امر اساسی است برای تغییر و تحول در هر کشوری که وجدان جهانی پشتیبان بشه. چه شکلی میتونه پشتیبان بشه؟ شما نرید در انتخابات شرکت کنید، همینطور که برای مجلس نرفتید. حالا میگید رفتیم در خیابون تظاهرات کردیم ما رو کشتن، اول نرید در انتخابات شرکت کنیم تا ببینید بابا یک وجدان جمعی بسیار فعال در سطح کشور همه با هم هستیم. این شعار که میدن همه با هم هستیم، نره در انتخابات نباید شرکت کرد تا نشون داد ما همه با هم هستیم. ما جمع ما مخالف انتخابات بوده و هست در چارچوب استبدادی که بر ایران حاکم شده، چون که ما که نمیگیم برید در انتخابات رأی بدید که تناب دور گردن اون بندازن،
بگن شما مثل یه گوسفندی من تو رو هر جا میخوام ببرم. نه، انسان آزاد و مستقله. ما میگیم شما ایرانی کرامتمندی، نه ترس اعتراض میکنی، حتی اگر مایل نباشی که این حکومت تغییر کنه، این حکومت میفهمه که تو مخالفش هستی، میپذیرد بعضی از کارها رو تغییر بده. این دیگه حداقل چه برای شما؟ بالاترینش هم اینه که بخواهی که تغییر کنی، کشور رو متحول کنی، نه از رضای پهلوی باید بترسی، نه از فخرآور باید بترسی، نه از اصلاح طلب باید بترسی، نه از تمامیت ها باید بترسی. ترس برای چی؟ ما به شما پیشنهاد قانون اساسی بر اساس حقوق دادیم، شما رو شهروندان حقوقمند مینامیم. ما به شما برنامه اقتصاد تولید محور دادیم و هستن مدیران و هستن اساتیدی که در این راستا فکر میکنن که اینها میتوانن موقعیتی پیدا کنن در آینده ایران که تحولی رو در ایران ممکن کنن. این حق شما ملته. آخه این ملت که انقلاب نکردن که یه ضد انقلاب بر اونها حاکم بشه. که شما اهداف انقلاب رو نگاه کنید، هر آنچه که آقای خمینی میگه ما همونها رو قبول داریم، اینا عمل کنن بشه. آزادی زنان رو بپذیرن، آزادی تحصیل رو بپذیرن، روزنامه نگاری رو بپذیرن، عدم دخالت روحانیت در دولت رو بپذیرن، عدم دخالت خود شخص خمینی یا خامنه‌ای رو بپذیرن، این مثلا دار و درفش رو بردارن، اعدام و شکنجه نباشه، همین چیزها رو ما میخوان. آقای خمینی گفته، خیلی خوب کرده گفته، به همین عمل کنید. اگر نمی کنند باید به اونها نگفت و در انتخابات شرکت نکرد. این حداقل کاریست که ما میتوانیم با هم انجام بدیم. ما عمری رو در خدمت شما هموطنان به عشق سپری کردیم و کوشیدیم راه حل مکتوب در اختیار شما قرار بدیم. البته در اختیار اون استبداد هم بوده ها، اونم میتونست استفاده کنه، نکرده، چون ذهنیت استبدادی با رشد و ترقی و تحول، مخصوصا دفاع از حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت نمیخونه. اگر میخوند عمل میکرد. اینا دیگه مکتوب بوده، همه در اختیارشونه، به صورت کتاب، به صورت روزنامه، به صورت وضعیت سنجی در اختیار همه قرار گرفته. امید من بر اینه و خواهش من از شما هموطنانم اینه که در انتخابات شرکت نکنیم، یک همزبانی و یک همدلی رو به هم نشون بدیم و در مقابل استبداد بگوییم نه و آری بگوییم به دفاع از حقوق خود، به کرامت خود، زندگی در استقلال و آزادی. تا روز تاریک ایران یا شب تاریک ایران روشن بشود به دلهای شاد شما. خیلی ممنون و تشکر از حوصله‌ای که کردید. با سپاس از شما که با ما بودید و اینکه امیدوارم نسل جوان به این پندها گوش فرا دهد، گرچه به اون نسل نیز یادآوری شد که از آزادی غفلت نکنند. متاسفانه این نظام هر لحظه هر موقع به نحوی از آنها این نسل را کل میزند و اونها را به پای صندوق های انتخابات میکشد و همونطور که دیدیم باز این دفعه نیز تحت نام کرامت و چی میخواند اینا را به و با تبلیغ اینا را میخواند به پای صندوق های رای بکشند. اگه بخوام با این نسل جوان کوتاه صحبت بکنیم، چه پیامی به این نسل دارید که دوباره گول یا فریب این نوع فریبکاری را نخورند؟ میبخشید آقای جواد، صدای شما بسیار ضعیف میاد، خیلی ضعیف. گفتم چه پیامی میتوان به این نسل جوان داشت که دوباره فریب نخورند، این بار تحت نام گویا تحت نام کرامت انسانی به میان آمدند؟ نه، گول میتونن نخورن اگر که به قول قدیمی ها توی ایران میگفتن هندوانه را که میخری به شرط کار. گذشته اینا رو بررسی کنم، اینا در امنیت ملی چه میکردن، در مجلسشون چی میکرده، آقای رئیسی چرا در گروه مرگ بوده، چرا رفت از آقای منتظری میگه 200 نفر رو بکشین. شما میخواید همتون آواره بشید به کشورهای خارج یا میخواید در وطن باشید
در وطن زندگی کنه، انسان‌های باشه که بگیم ما یه وطنی داریم که در جهان نشون بدیم انسان‌های کوشایی هستیم در ساختن وطن، در الگو شدن برای بقیه جهان. و همه امکانات هم در اختیارتونه. این تونسی ها بلند شدن و بقیه کشورهای عرب هیچی نداشتن بلند شدن، حالا فقط تونس اونجا موفق شده به یمن کوشش یک عده کوچیک. ما قانون اساسی بر اساس حقوق، که یک قانون اساسی 100% لایقه دیگه، چی میخواید؟ در اختیارتون هست و دفاع از حقوق شما میکنه. برنامه اقتصادی تولید محور هم در اختیارتون هست، دفاع از حقوق زنان، دفاع از اقوام ایرانی، همه چیز رو لحاظ کردیم. خب پس بنابراین جمعی هم هستیم در خدمت شما. این جمع تنها نیست، تمام کسانی که در ایران از استقلال و آزادی دفاع میکنن، از حقوق انسان دفاع میکنن، دلی در گروه تحول ایران دارن، در این جمع میگنجن و امکان تحول برای وطن هست. از یه آقای رئیسی ترسیدن و گفتن انشالله اینشون میاد میخواد یه کاری کنه، مگه عمر چند ساله؟ چند تا 4 سال میخواد صبر کنه؟ آقای رئیس روحانی نگفت من با یک کلید میام مشکلات رو حل میکنم؟ بسیار گول کلید خوردن. حالا آقای رئیسی یا نمیدونم لاریجانی یا بقیه با چی میخوان بیان؟ اگر کلید ندارن چوب جادو دارن، میخوان مشکل ایران رو حل کنن. آن چیزی که ایران رو تغییر میده نیروی نسل جوان است که خواهان تحوله. برای همه کشورها اونها هستن که تحول رو ممکن میکنن. اگر میخواید خب ممکن میشه، اگر نمیخواید استبداد از این که هست بدتر خواهد کرد. اگر 5000 میلیارد پول در گردش شده، 6000 دلار شده 7 برابر تو این چند سال، منتظر باشید 8 سال آینده هر کی بیاد به همین نسبت ارزش پول ملی از بین میره، به همین نسبت فقر بیشتر خواهد شد. ما مرتب به شما تحلیل اقتصادی دادیم، برید به این تحلیل ها نگاه کنید، ببین جایش دو به شما دروغ گفتیم، ریا داشتیم والا نه، هر چه بوده در جهت این بوده که حقایقی رو به شما بگیم، شفاف سازی کنیم تا شما گول مستبدها رو نخورید، با اونها زندگی نکنید در خاری و خفت. سربلند باشیم. چرا ما یک کشور سربلندی نباشیم؟ می توانیم سربلند باشیم. بیستید در انتخابات شرکت نکنید و این رو زمینه ساز تحول برای ایران بکنید. با سپاس فراوان از شما، امیدواریم شما رو در برنامه آینده طبق معمول داشته باشیم. تا فرصت دیگر بدرود میگیم، روز و روزگاران بر شما خوش. شب شما و شب شنوندگان گرامی هم خوش.